عرض سلام دارم به دوستان عزیزم. از اولین روز هفته و اولین روز کاری ماه بهمن، یعنی دوم بهمن، ماه شنبه، که خب اتفاقات خیلی متفاوتی را از هفته‌های گذشته داریم به خاطر سقوط بیت کوین به زیر 36000 و روز خونین بازار ارزهای دیجیتال که دیروز تقریبا میشه گفتش این قضیه اتفاق افتاد. حتی یک دو روزی هستش که شروع شده ولی شدت خیلی زیادی را دیروز تجربه کردن به نحوی که الان مشاهده میکنید. بیت کوین حدود 8% سقوط کرد و به زیر 36000 دلار رسید. به دنبال بیت کوین بقیه رمزارزها هم سقوطی را تجربه کردند و خب خیلی هاشون بیشتر از بیت کوین اومدن پایین. یعنی الان اتریوم حدود 12% افت داشت و نسبت به 7 روز گذشته خودش هم 24% اتریوم افت قیمت داشته. همچنین کاردانو 12% تو 24 ساعت گذشته افت داشت. سولانا 17.5% توی 1 روز کاهش ارزش رو تجربه کرد و عرض هم خدمتتون. بقیه ارزهای دیجیتال هم همینجور، یعنی همشون دیگه 10-15% حداقل افت داشتند. از نظر ریالی هم که میبینید الان بیت کوین به حدود 1 میلیارد رسیده و 1.02 میلیارد الان قیمت بیت کوینه و بقیه ارزها رو هم که با هم ببینید. خب اتریوم 70 میلیون شد امروز و میبینید که تقریبا از 95-96 میلیونی که روز گذشته خوندیم چقدر اومده پایین تر. بقیه ارزهای دیجیتال هم میبینید که تمامشون قرمز هستن. شیبا افت خیلی زیادی داشت و خب همونجور که مشاهده میکنید فاصلش با دوج کوین چقدر زیاد شد. یعنی آوالانچ، بایننس یو اس دی، پالیگان، ترا یو اس دی اومدن و بین دوج و شیبا قرار گرفتن. البته خب این بازار با این قیمت ها میشه گفت یه تهدیدی الان برای بازار سرمایه و بورس داره به نوعی محسوب میشه. علتش هم این هست که خب همونجور که مشاهده میکنید الان بیت کوین تقریبا میشه گفتش به یه دونه حمایت خودش رو که شیکوند و 41000 که حمایت خوبی بود چندی مرتبه به اون رسیده بود و واکنش نشون داده بود طی چند ماه اخیر. ببینید یه بار اینجا اومد رسید، یه بار اینجا رسید، تقریبا 10-12 روزی از اوائل ژانویه روی قیمت 41000 بود، یه بایی شکسته شد اومد پایین. الان حمایت بعدی روی تقریبا 30000 هستش، 31000 این نقطه میشه گفتش حمایت بعدی وجود داره که خب بازار الان بسیار جذاب شده برای خرید، مخصوصا برای رمزارزهایی مثلا کاردانو و میدونم خود اتریوم و اینایی که بیشتر ریختند. اونایی که بیشتر ریختن احتمال داره که قیمتاشون با بالا اومدن بیت کوین تقریبا 3-4 برابر بشه. حالا خود بیت کوین خب احتمال 2 برابری الان براش وجود داره، اونجا 3-4 برابری. پله اول ورود خیلی خوبی هستش الان. البته خب ما قبلا گفته بودیم به 40000-41000 رسیدم برای ورود خیلی خوبه و به نوعی میشه گفت حالا پله دومه. الان دومه و سومیش هم که روی 30000-31000 هستش و خب تهدیدی برای بازار بورس محسوب میشه، به این علت که خیلی هایی که الان توی اون بازار ضرر دیدن احتمال داره که بگن اصلا کلن جمع میکنیم یا این طرف تو بازار ارزهای دیجیتال و به نوعی حالا بایستید که چه اتفاقی میفته. البته ما پیشنهادی به کسی نمیکنیم که چه کار بکنه، به خاطر اینکه همه این اتفاقات به ریسک پذیری افراد برمیگرده. خیلی ها شاید ریسک پذیریشون اینقدر زیاد باشه که ترجیح بدن چنین کاری را بکنن و بعضی شاید اصلا ریسک پذیری نداشته باشن. در حال من خودم تصمیم دارم که بخشی از
سرمایه خودم را حتی با ضرر از بورس خارج بکنم. با این قیمت‌های ارزهای دیجیتال مخصوصا اگه پایین‌تر اومد رو 30000 رسید که بیشترش خواهم کرد، ولی ریسکش رو هم میپذیرم در نهایت. این رو هم در نظر داشته باشید. خب حراج بلوک 15% هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس هم لغو شد و پیامی که رئیس سازمان خصوصی سازی داده در خصوص قالب 3 بلوک 1%، 2%، 15% قرار بوده که اینا عرضه بشه، ولی 1% و 2% که مشتری نداشته، 15% هم که گویا یه مشتری داشته و به خاطر همین گفتن که اون یه مشتری هم شاید میخواد قیمت ها خیلی پایین و مفت بخره. حالا دیگه نمیدونم این دلیلی که آوردن شاید یه همچین چیزی بوده، ولی شاید هم به خاطر اوضاع خراب بورس هست که ترجیح دادن که حالا یه استراحتی بهش بدن. در حال خبر خوبی بود حداقل اوضاع از این بدتر نشه، چون میدونی نقدینگی ها اگه بخواد اینم اینجور چیزا هم ارائه بشه بالاخره همون نقدینگی حقوقی ها میره اون سمت. 3 تا الگو ساعتی داریم، هی آفرین، وایران و چه خزر. چه خوب اوضاع نابسامان بازار امروز رو به ما نشون میده. بازار کماکان در افت قرار داره. البته من کاری به عدد و رقم شاخص کل و ندارم، به خاطر اینکه از نظر عددی اگه نگاه بکنیم امروز 0.2% مثبت شاخص کل، البته شاخص کل هموزن 0.4% منفیه، ولی اصلا به اعداد و ارقام کاری نداریم به خاطر اینکه اینقدر حجم معاملات پایین اومده که فعلا تا حجم معاملات برنگرده خیلی توقع نداریم که بازار تکونه آنچنانی بخوره. البته خب این کانالی که از قبل هم کشته بودیم تقریبا الان نزدیک کف کانال هستش قیمت، و حتی جا داره که این هفته یکی دوتا منفی دیگه هم بخوره تا اینجا هم بیاد برسه تا بعدن حرکت خودش رو شروع بکنه. امیدواریم چنین اتفاق نیفته و زودتر حرکتش رو شروع بکنه. در هر حال امروز هم میبینید که کندل قرمز شد، میتونست امروز کندل هم سبز باشه برخلاف اون که 0.2% مثبته بالاتر تشکیل شده، ولی خب ابتدای بازار بهتر از انتهای بازار بود. یعنی احتمال داره که فردام ادامه این بازار را شاهد باشیم و خب تا وقتی اون نقدینگی وارد نشه به نوعی میشه گفتش که این داستان ادامه خواهد داشت. از طرفی عضو کمیسیون برنامه بودجه گفته که بسته حمایت از بورس به مجلس نرسید، اگر میامد به احتمال زیاد تصویب میشد. اینم حالا دیگه از عجایب هستش و میگن که آقا این بسته که اینقدر تبلیغشو کردن ده بندی این بسته را نفرستادن برای مجلس، پس برای کی نفرستادن؟ جالبه جدا. و نوشته دیگر بعید از سازمان برنامه بسته ای را به مجلس ارسال کند، چرا که در حال حاضر تبصره ها در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است تا به زودی نهایی شده و به صحن ارسال شود. یعنی مستقیم فقط میخوام بفرستندش روی برای تصویب، به مجلس نمیخوام بفرستن که توی کمیسیون مجلس اصلا بررسی هم نشه. که خب ایشون گفته که نباید فراموش کرد که مردم عادی در بورس متحمل ضرر و زیانهای کلانی شدن و از همین رو هر طریقی که بتوان زمینه‌ساز تقویت بورس شود در مجلس رأی آورده و حمایت اغلب نمایندگان را در پی خواهد داشت. حالا امیدواریم واقعا بفرستندش، حالا فعلا که نفرستادن. اینم در نوع خودش جالب، سازمان بورس دامنه را حذف کند. عضو ناظر شورای عالی بورس گفته که آقا چندین جلسه داشتیم و بحث شده این قضیه که در هر حال این دامنه صف ایجاد میکنه و از طرفی هم در ارتباط با مصوبه 10 بندی صحبت کرده که حالا امیدواریم واقعا برسه این قضیه. حالا خوبه یه سری اخبار اینجوری حداقل بشنویم که ببینیم به فکر هستن ولی کاری نمی کنن. خب میگم با حلوا حلوا گفتن دهن شیری نمیشه و اینم دقیقا مصداق اینجاست. حالا ما میخوایم این کارو بکنیم اما اینجوری بشه مردم زهر دیدن و حمایت میکنیم، اینا
تئوریش فایده نداره، عملی باید ببینیم چه اتفاقی میفته. ببینید مجددا امروز 270 میلیارد تومان از بورس خارج شد. حقیقی ها به شبندر، شبریز، شتران، شپنا، تجلی، بترانس و کساوه علاقه خرید نشون دادن. البته مقام اول تا نهم جدول در دست حقوقی ها بود متاسفانه و فقط فراورده های نفتی، اونم در جایگاه خیلی ضعیف به عنوان رتبه دهم مشاهده میکنید که گروهی بود که یه مقداری پول حقیقی وارد شد، وگرنه بقیه گروه ها حقوقی ها فقط امروز چرخوندن و حقیقی ها پول خارج کردن، مخصوصا تو فلزات اساسی، پتروشیمی، بانکی ها که رتبه های اول تا سوم را داشتن، این اتفاق بیشتر مشهود هستش. و اینم از نمای پایانی بورسمون که میبینید امروز 2440 میلیارد تومان بیشتر ارزش معامله نداشتیم و باز متاسفانه نقشه بیشتر قرمزی را شاهد هستیم. 46 نماد مثبت شدن در برابر 268 نمادی که بیش از 3% منفی شدن. بعد تو این اوضاع شاخص کل مثبته، اینم دیگه از عجایب دیگه، یعنی الان یه چیز حدود 5-6 برابر نمادهای مثبت با نماد منفی داریم، بعد شاخص کلمون مثبت هستش. این طرف هم بزرگ صفحه خریدی فروشی که میایم دقیقا این قضیه به چشم خوره، حدود صفحه خریدی همون 27 تا، در آستانه صفحه خریدمون هم 4-5 تا، اینجا بودن 32-3 تا صفحه خرید آستانه خرید داشتیم، در حالی که صفحه فروشی همون ببینید حدود 130 تا در آستانه صفحه فروشمون هم چقدر زیاد هستن امروز، و 50 تا، یعنی رو هم رفته بوده 180 تا هم صفحه فروش، یعنی اینجا هم تقریبا صفحه فروش همون 5-6 برابر صفحه خرید همون هستش. و ولی از طرفی شاخص کل 0.2% مثبت شد. فکر همین چند تا نماد فقط نگهش داشتن دیگه، شپنا و شتران و شبندر و فولاد و اینایی که در شاخص میبینید اثر مثبت داشتن، اینا بقیه هم که اثرشون منفی بوده. شپنا، شبندر، نوری، خودرو، فولاد، فملی، خگستر، فرابورس، تجلی، کرمان، توسن، چخزر، فجهان و سمگا پرتراکنش ترین نمادهای بازار امروز رو به خودشون اختصاص دادن. و خب نکته جالبش اینجاست که فراورده‌های نفتی از اول صبح خوب صفی برشون ایجاد شده بود و اونجور که مشاهده میکنید به نوعی صف تشکیل شد که تقریبا میشه گفتش ارزش صف خریدی همون از صف فروشی همون در ساعت تقریبا 9:30 صبح بیشتر هم بوده، که خب بیشترش هم مربوط به شتران هستش و بعد شپنا، یعنی همین دو نماد به نوعی شتران و شپنا رو هم بریزید خیلی صفحه خرید بزرگی رو تونسته بودن درست بکنن نسبت به بقیه نمادها که میبینید به چه صورت بوده اوضاعش. خب نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس حالا سازمان بورس رو به فرافکنی متهم کرده و گفته آقا به جای اینکه اینقدر فرافکنی بکنی در حوزه مسائل بازار سرمایه باید برید برنامه‌ریزی صحیح ها یاد بگیرید و به موقع از سرمایه های مردم حراست و حفاظت بکنید. در هر حال حالا البته خب قطعا منظور ایشون مسئولین فعلی بورس نیست، کلن مسئولین بورس به جای اینکه به مسئله خودشون بپردازن متاسفانه میبینیم یا تو فکر ماینر باین کردن یا تو فکرهای دیگه هستن. قبلی ها حالا اینا هم بالاخره 4 روز دیگه خبرش در میاد که فلان جای فلان کار انجام دادن. در حال دعوا جنجالی داشتیم هفته گذشته و البته یک شما نشون دادیم توی مجمع بانک دیگو یا تو مجمع نماد و برق هم همین اتفاق افتاده بود و جو که اشاره میشه تا حالا 4 ویدیو توی مجامع مختلف عمومی انجام شده که خب سهم کرمان داره یادتونه که این اتفاق براش افتاد چند وقت پیش، نماد
بانک دی، نماد وبرخ که اینجا بهش اشاره شده و فعلا اصلا مثل این که داره آشوب میشه و علتش هم این هست که خب خیلی سهامداران ناراضی هستن، رسیدگی نمیشه به شکایات سهامداران در هیچ جایی و فرهنگ سهامداری شکل نگرفته. البته هفته گذشته پنجشنبه من فکر کنم تجمعی رو به روی مجلس داشتیم و خیلی ها انگشت نشانه رو به سمت رئیسی رفتن که آقا شما داری دروغ میگی به خاطر اینکه اون یه چیز دیگه گفته بود یا یه اتفاق دیگه داره میفته. در هر حال اینجا میبینیم که بورس روی ریل رونق، یه علامت سوال جلوش گذاشته شده و حالا در هر حال توی این نوع مقالات وقتی میخونیم میبینیم که همه دارن از گرون شدن مواد اولیه در دنیا و اتفاقات خوبی که برای بورس میتونه بیفته صحبت میکنن، ولی تو ایران هیچ چیزی شفاف نیست، هیچ کسی اعتماد نداره. ببینیم بوی نفت 100 دلاری در بازار جهانی و به خاطر همین هستش که این نوع اخبار فعلا خیلی جواب نمیده، یعنی اخبار بنیادی در بلند مدت جوابگو هستن، ولی اگر دنبال این هستیم که در کوتاه مدت اینا اثری روی بورس ما داشته باشند، خیر، در کوتاه مدت فقط ورود نقدینگی میتونه مشکل ما رو حل بکنه که خب الانه ارزش معاملات واقعا پایینه و هر روز هم این داره در همون رنج حفظ میشه. الانه ما تقریبا دو سه هفته پیش روی 3000 میلیارد بودیم، الانه یه 10-15 روز روی 2000 میلیارد داریم میچرخیم. اگر اینجوری بخواد پیش بره من فکر کنم ماه دیگه باید روی 1000 میلیارد بچرخیم. امروز ما میکنیم شبندر برای سومی روز متوالی اون حالت صعودی خودش را حفظ کرد و در صدر قرار گرفت و بعد از اونم شپنا، اونم همینجور سومین روز متوالی. فملی و نوری هم امروز در این لیست دیده میشه، البته فملی روز قبلا بود، نسبت روز قبل اومد پایین. فولاد هم در جایگاه آخر قرار داره و در حال میبینید اصلا کل بورس انگار تو همین نمادایی که اینجا هست داره میچرخه فعلا. انرژی سه و خودرو و زوب و سمگا و شبندر و شبنا و فرابورس و فملی و فولاد، کالا، نوری و به ملت، اینا رو ببینید اینجا دیگه بقیه بورس تعطیله، یعنی اون 700 تا نمادی که ما داریم خلاصه شده تو همین 10-15 تا و کل بورس معاملات داره تو همین، حالا چند تایی دیگه هم اگه بهشون اضافه بکنیم، 4 تا دیگه هم اگه اضافه بکنیم اینجا شاید صحیح‌تر و درست‌تر باشه. ولی نگاه میکنید الانه نسبت پولی که خب اصلا این نمادها اینجا نگاه بکنید بعضی هاشون اینجا محوند، یعنی فرضا مثلا این دی امین رو ببینید، دروز رو ببینید، تو دارویی، تو سیمانیا هم اینجور، اصلا کلا همشون رو هم بریزیم سیمانیا را معاملاتشون ها فکر کنم اندازه شتران بشه، نصف شپنا هم نمیشن. و خب وقتی که این مشکل رو داشته باشیم متاسفانه پول وجود نداره که اینها رو بزرگتر بکنه و چند نمادی که خب حالا اینا حقوقی های خوبی شاید پشتشون هستن یا که بالاخره به نوعی بازارگردان های بهتری دارن فقط دارن از این بازار پول جذب میکنن، تا خب اونا نه اینکه پول جذب کنن قیمت هاشون خیلی متفاوت بشه، ولی خب همین که به نوعی زنده هستن روی تابلو خودش اتفاق مهمی هستش. از طرفی امروز دلار قیمتش رفته بالا، از 28500 رسیده به 28800، سکه هم تو همون تو کف کانال تقریبا 12 میلیونیه، 12200 امروز. و خب بورس هم که اینجا مثبت میبینیمش، ولی خب میگم همون چند تا نماد شاخص ساز فقط توش معامله انجام گرفته، به خاطر همین این گونه دیده میشه. بعضی از دوستانم میگم هفته گذشته اشاره کردم خیلی
اعتقاد دارن که شاخص کل پایین تر از این حرف هستش و اینا که داریم روی تابلو میبینیم اعداد و ارقام صحیح و درستی نیستندش. خب در ماه دی به بورس چگونه سپری کرد و اینجا هم دقیقا داره به همین قضیه ارزش معاملات بازار تأکید میکنه که نسبت به آذر ارزش کل معاملات خیلی بچه‌ها 9.68 10% تقریبا معاملات بورس در دی ماه نسبت به آذر ماه کاهش داشته و خب همین قبلا ما همه رو تو کانال 3000 میلیارد میدیم حالا تو 2000 میلیارد. خب خبر بعدی در حال برای پتروشیمی ها هستش که خبرها حاکی از کاهش حاشیه سود پتروشیمی ها میده حتی در صورت برداشته شدن سقف نرخ خوراک. حاشیه سود ناخالص قولهای پتروشیمی 25-30% کاهش پیدا خواهد کرد. البته با کاهش نرخ محصولات در بازارهای جهانی انتظار می‌رود حاشیه سود ناخالص این شرکت‌ها بیش از پیش افت کند. اما اینجاست آیا راه حلی برای رهایی از این شرایط وجود دارد یا نه؟ که خب البته دوره برگشتیم به سری اخبار بنیادی که فعلا هیچ کدومشون تأثیر گذار روی قیمت سهام نیست. یعنی الانه چه اینها سود بکنن چه ضرر بکنن قیمت ها داره میاد پایین، فرق چندانی نداره. یعنی کسی نشسته به اساس سود و ضرر پتروشیمی ها خرید کنه یا بفروشه. ولی خب در حال ما خبرشو خوندیم که دوستان بدونن این نظری هستش که الان وجود داره، نمیگیم 100%، ولی خب در حال اطلاع داشته باشید که یه همچین خبری هم هست. خیلی خوب دوستان، بازارهای بورس و بازار رمزهای دیجیتال، رمزارزها خوب شروع نکردن این هفته را و خب بورس که دو سه هفته ایه به هم ریخته، اما ارزهای دیجیتال هم این هفته با استارت منفی آغاز کردن و خب میتونه برای خرید اونها جذابیت داشته باشه، کمان که الان برای اتریوم اتفاق افتاده و خوب دارن میخرن. یعنی ذخایر اتریوم در صرافی‌ها به کمترین حد خودش طی ماه‌های اخیر کاهش پیدا کرده. اینم خبر دیگه که به اصطلاح وجود داره و شاید برای خیلی از ارزهای دیگه هم اتفاق بیفته. ممنونم که توجه کردید به این برنامه. منتظر نظرات و کامنت های خوبتون هستم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.